اینا کلا اینا پای اینا دست راست بوده یا این یا قصه مفت بوده وقت که موهر کلا داشتن هر پریشانه داشتن که مثل دستا و مثل بندای پای بود که اینا مستی میکدن با روزه که پالوانی میشد گادی بود زیر بغلی بود چوله بود کوچه در کوچه میگشتن که امروز فلانی و فلانی جوره است در قاضی سوزم سوا پالوانی امو سایمنزن نبود که از برود خود ماش میگیره ماش میگیره بله 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 یکی کریم برود یک نفر دیگه از شوربازار بود مجول نام داشت مجولی بدماش بود او میره دل کی چین چین آئے میرے دل کو جو باقی دین اے چولے مردورہ مردورہ صحیح عالم تو خواہ مخبہ خانی تو یہ کہ بس گنگ گنگ قدمی ری چلتے چلتے رہو کو لگی میں وہ میں به نام پروردگار بنیاز که تمام ما و شما مخلوقات پیدا کرده انسانهای خوب در قاتش هست دوستای عزیز و بینندای بسیار نازنین خواستیم که یک برنامه تفریح برای شما جور کنیم چای و قصه البته نام برنامه هست مثل همون چایخانه سابقه وارست اما کمه با تفاوت و بدر بگیر نمان بسم الله الرحمن الرحیم اول سلام احترامات خدا به بزرگوار شاهین صاحب به این محفلی که دوستان نشستن و کسانی که ما را از پرده تلویزیون یا شیشه تلویزیون میبینن سلام احترامات خدا تقدیم میکنم محمد نبی عطایی یکی از سفیدهای کوچه شوربازار کوچه خرابات ما تولد ما 73 سال 74 سال پیشتر به کوچه خرابات ما تولد شدم و تا فعلا نموجه هستم زندگی خدا پیش میبرم و نفرهای کاکه و خرابات و مناجاتی که بود به کوچه خرابات به شور بازار از هر رقم مردم کاکگی داشتن شیرین آقای بچه غنی بود یک کاکه بود به کوچه خرابات و دیگه اسمان بچه قاری شاسوار بود به کوچه خرابات به نام کاکه بود خرابات بود مردم شناس بود حتی از وزارت داخله می آمدن پیش از او بیادر یک سلاب پرسان می کدن مشوره می کدن اونا رو بسا دعوت خوب می دادن گوسفندا می کشتن اون نان از او بزرگوارا رو که می داد بعد از او باز همی گوشت که زیاف می ماند دور سوته توته می کد او باز پلاستیک نبود تکای کاغذ بود کلوله می کد به خانه مردم خوار غریب می داد دیگه کوچه خرابات خود از یک تاریخچه بسیار سابقه داره که هنرمندای خرابات بود خدا بیامرزه عبارت از استاد سرهنگ، رحیم بخش، استاد شهیدا، استاد نتو، استاد صابر، استاد موسی قاسمی، استاد امیر محمد، استاد ماهنگ این کسا بود، غلام حسین بود و غلام حسن بود، استاد نبی گل بود، استاد رحیم گل بود اینا کل از یک پر خرابات بود شب که اینا پرگرام میرفت در پرگرام های مردم در روسیه های مردم صبح که میامدن همی پول خودا میگرفتن در خانه های چهار تا خوار غریب تقسیم میکدن دیگه بیادر اینه مثل مردم ها بود از کاکا های خرابات یعنی شوربازار از زده این مردم شهر کابل طور بچه قندی بود علی بچه مویبلی بود شای دیمزنگ بود شاهزاده خیابان بود ایوب شجدرک بود، قیوم شجدرک بود، اینا کل از کاکا بودن، می آمدن به کوچه شهر کنه و وید بچه کماندان بود، وید بچه بی بیاجی بود، خویا داخر بود، دیگه تو مردم ها داشتیم، دیگه همین کوچه خرابات یکان 15 تا 20 تا خانقا بود، در کل از این شب جمعه می استادا پرگرام نمی رفت، بیانه نمی رفت، پیسه مردم نمی گرفت، کل گیدم این مصروف خانقا بود، تلاوت قرآن بود، خدمای قرآن بود، نان بود، پیش آمد بود، قوالی خانی بود، موسیقی بود، اینی تو گپا بود در کوچه خرابات. کاکگی بوده که سابق مثلا مردم ها میگفتید، یه تو پالوان ها بود، یه تو رنگی بود، راست بود یا قصای مفت بود؟ پالوان ها بود، راست بود. نه عالمی هر دست و هر کلکی بود میگفت، اینه کلا، اینه پای، اینه دست. راست بوده یا قصه مفت بوده؟ صفه کوکن بود، رحیم بچه بلال بود.
آجی امیرجان بود پالوان ابراهیم بود خدا بیامردش که دمی هفته پیشتر فوت کرد دیگه می تو پالوانا بود کرد دل داشتن اینه مخنه مخنه نان داشی واره او از برای خدا شیر زمان پغمانی بود برخورک بود قیوم بچه بود بچه برخی بود نعیم بچه برخی بود اینا کل پالوانای نامی بود دیگه وقشت که موهر کله داشتن هر برشانه داشتن که مثل دستا و مثل بنده پای بود که اینا مستی میکدن با روزه که پالوانی میشن گادی بود زیر بغلی بود چوله بود کوچه در کوچه میگشتن که امروز فلانی و فلانی جوره هستن در غازی سوزم سوا پالوانی تکت داره پا بود میرفتیم دنمی بزرگی غازی سوزم جایی نمیمان دیگه ای تو مردم آرام بود مردم خدر پریشان نبود مردم ساتیر بود دوستا عزیز بازم کاکا رحمت اللهی که چایوانه که از همون چایهای درجه وای کمی زنگ دلتا بکنه میخواییم بازم قصه ازش بشنویم بشنوین که چی میگه در زمان داوود خان ما در این پل باغ می کتاب فروش بودیم کتاب فروشی میکردیم یک دانه ازارهی بود ازاره بود این بروت های با پشت گوش دردادهی بود این تو کجکی؟ کجکی دردادهی منصبدار بود خب امو سای منصب نبود که از بروت خود ماش میگیره ماش میگیره بله 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 یکی کریم بروت بود یکی بروت بود بازی که دمی شار میور آمد مثل که آل بر فعلا دیگه یک وزیر یا یک پادشاه دادا شار در آید این قسمت تماما شار با پذیرایی از او استاد میشد و میور آمد در چکر او بالای کسی که بالای کس ظلم میکرد یکی زد از او بود یکی کسانی که قیمت فروشی میکرد چی آدمه بود؟ دیگه او بمی بود مردم بسیار احترام داشت و در او دوران یک دو ماتقل نام داشت ماتقل؟ داشت. ماتقل نام داشت نام خطر ماتقل؟ هتل داشت دینمی آلی فیلن امو بلند منزل جور کردن طلا فروشی هست خواه یادم یاد بلکل این ماتقل از پنشیر بود امی چاینکالی در کنام خانه اگه باشه بازی پدرگر بود تو مشکز می آمد پدره میکه و چنگک دار میدوره چنگک میزه و گلگل میزه دینمی هایی میگرفت یک دو تو تا گوشت یک دو تو تا دنباره میمون دیگه در بین شمید دیگه چیزایش هم مینداختی به نام چاینکی بود چاینکی آله نه این چاینکی آله آله چاینکی آله چاینکی آله چاینکی نیست شپکه و وقت بود بله 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 باز اینمو فقط یک تازمو چاینکی و نصف نان مثل که پنج نان حالی نصف نان او وقت اینمی را پنج را پا میدان ما دمو زمان بیاد دارم که امو چاینکی را پنج را پا میدان که نان یک انسان میخورد شکمش سیر میشد خیر برکت هم بود بله 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 او باتقل سی تاره نان میدان پل میگرف سی تا دیگه الان بود امو جاییم که از ملنگ اینی که از این که از اون نان با مردم میداد سطح بنیاز شم دست خیر که داشت شو که میشد پیسی همی پنجا چاینکی دمی داخلش میبود از برای خدا نامش محفل نام داشت بسیار یک آدم دانا و فامیده بود یک دانه کاکه بود از امی قلاچه یک کاکه بود از امی عاشقان عارفان صاحب یاد که نام تخت بود در دمی شوربازدار سر تخت سماوات چای میخوردین باز که نام چیز سرشان برد میخوری یکی بعد دیگه تا بگو ما بگو میشن باز سی که کاکی او وقته و بعد ما شالی رو با یکش دیگه شم میگم ما و تو میریم دیگه در شودا اموجه سبا با فلانه وقت معلوم میکنیم ما اموجه معلوم میکنیم بهترین گپم همیست خب دیگه این کاکا گفته برو سیز گفته ایجا مزایم مردم نشه و تال مردم خراب نکنی نافرین چی سکت آدم های باقیده من تو همجا دو با دو کسا نیاری کتید نه و این همی از این کاکا هم سه منزل نالین بوده نالین بچا بفامی از چوب جور میشته مثل چبلک یک کلکه واره بلندی از این یک بلیست می آمده با همه قبلندیش بازو هم همه تو چکمه ندشانه می پرته ای هم و هم می رهی هم میمونن با سبا سبا سات و هشت بجه مردم دوست دو وقت امانتکار حالی
او وقت یک سرک میگه میکنم همون کار هم میکن حال چون قرآن هم میخونم سرم گپ خود، سرم قول خود، سرم چیز خود استاد بود استاد با هشت بچه گفته بیم هشت بچه میاین بین همی منطقه سیوغار پادشاه هموز یک میدانیگک بود حال یک کلب بند کده این قصره بیاده این همی جا استاد میشد همی قلاچه ای که عاشقان عارفانی نمیاین عاشقان عارفانی وقتی که میاین چهار طرف از سعی میکنه که این کتی نیرو نورداشتن همیشه میرسن یکی با دیگه قول میدن گفته خوب بگی هرچی که یاد داری گفته یاد ما همیست ده بچه یتیمه ده دختر یتیمه تو زن بده اگه تو دادی تو بردی اگه ما دادم ما بردم سید گفته نه قول میکنه یکی دیگه تکان میدن بدماشیشون دمی بودن یه کلاچه ای میره و توش نفر جمع میکنه ای قضا فلکی از دو هم داتا جور میشه از این هم شاید کوکا عبدالنبی میره شدیده باشه یا در مجلس شام گذاشه صدقه بینیاز شام داتا اوش زندار میشه داتا ایش زندارش میشه اینه مردانگی یه شوربازار دو دروازه داره یک دروازه در کوچه قنداری هست یکی در دروازه لوریست و خرابات کرد خرابات دو تا کاکه دو تا کاکه بسیار خرابات بود لوی بود خرابات میکرد مناجات میکرد چهار تا غریب کمک میکرد خرابات به این مانا نیست که همی هنرمندای ما برادرای ما که آمدن اینجا دوکان جور کردن کار کردن به این منظوری را خرابات بگن نه خرابات به این بود که دو تا کاکه در خرابات خرابات میکرد مناجات میکرد از اونمو روز از امون روز نام از دمی دو تا کاکه که فوت کرد باز نامش خرابات ماندن یکی بازار جمع جوش بازار جمع جوش در فراری او بود فراری او بود یک غرفگک بود سابق دکان ها بود مردم ها بود بسیار آدم های شریف بود آدم های همون کونپیق سابقه بود بسیار روشن فکر بود بسیار همون کلیش کار میکرد در گپ کار میکرد دکان داشتن بازار بود جمع جوش بود و بسیار جارچی پتاوه که بود به نام جارچی پتاوه نام بود سابق او جره به نام جارچی پتاوه دستر همی فراری او کس او جا یک غرفگک بود یک غرفه بود که در دو غرفه کل اگه می آمد وقتی که مثال یک جای کانفرانس می شد یک جای فوتبال می شد والیبال می شد یک خوشحالی می شد باز در گیلنه در گیلنه صدا می کرد یا دقیق که بچه ها اینجا بیایی که کانفرانس هست یا اینجا بیایی که فوتبال هست اینجا بیایی که والیبال هست برشان دمو گادی می آمد بازی گادیوان کسی بود که گادیوان ظاهرخان بود گادیوان ظاهرخان بود مربوط به وزارت دفاع بود همونجا کار میکرد باز همی آدمی که غرفه داشت همینجا یک غرفه که بسیار همونتو آثار حتیقه بود بگه بازی نمیره قمانده میکرد برش میگه برو برش وظیفه داده میشد بر از این نفر ای بر از این وظیفه میداد که برو برش بگو که این مثال اینجا یک محفل است اونجا ختم است اونجا عروسی است اونجا یک گپ است این حوالا را میداد بیاین که بدر بعد سالا بدر از این بچه اماین شجاع چیزی بشنیم بسیار اکتای راجشگینه و دیوانند و اینمی گپا را میکنن لابلای برنامه خود بتونیم که یک لبخندی باشه که یام یک دل و گرده داره او میره دل کی چین چهنه میره دل کو جو باقی دین او میره دل کی چین چهنه میره دل کو جو باقی دین جیه چی رنگی سو بدر اپنا ہی سایا دیکھ کے تم جان جا بھی شرما میرا کیا ہوگا سوچو تو ذرا چہنہ اے میرے دل کو جو باقی جیے او میرے دل کی چہنہ بنابرای یخوندن رو دیگه شست حاس نهی یان بول نهی جان تم کو سو بنده که آج محبت بنده حل نه کهی میری جلی میں
هسته کوی میرسه. با خدا قسم چیز میخونم که اگه پدر و پدر کلان ما بفهمم نه 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 هیچ حالا مردوره مردوره صحیح حالا تو خواهم خوب بخونی تو یک بونگون کده میری چلتر چلتر خو کلگی میفهمم او میره دل کے چھ چنی آئی میری دل تو زباتے ہو اے بگر کر رہے تو ادا شفتل می خونی برام خب اما قبول بالا کل برنامه را سر تو پر کنم نه دی چی یاد داری بگو خب یک دری بخونم بیا یک دری بخونم جوان یار که داری زاری 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 برای مرا پیش نداری چرا نهایی سری خود عاشق کرده عاشق نداری عاشق نداری عاشق نداری جان داری جان جاری جاری زاری 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 چی ها عاشق نداری عاشق نداری برای دیگر چرا نهینم و پیش تو چرا نداری چیز فامیل نهتی خوندن زاری 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 چی را هوای پیش نداری پیش نداری پیش نداری ای که میگه سر صدای خود که یار عاشق آدم میباشد سر خود یا مو بچه در مامان خوندی چی تو سمادی که یادت تا جان مزاری ایلاج بلاگه کنواله ایلاج کنه با کنوال خب سلیمان بچه با خدا بند کو دیگه امیرم بند کو بند کو با داخل بخون او بیاده با مو خدا و قرآن نمه تو را که میگه دیوانا را جمع کرده چیز پاگل از دهی برنامه است خب آل هدف چی هسته هیچ نمیمونه که ما گپ دیم همین چالان هستیم به موسیقی به ساز غرنگل فقط برات موتر چکله واره خررست بیاده چالان هستیم دو دقیقه و سلک کن آلمه می خواندن های تو رو من نفهمیدم که تو چی عزیزا همه تو راست نیست آه 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 سر خود عاشق هست یک دو دقیقه این آله بخوان یکی دیگه هم چک میکنیم بند برو بیا بیا جانانه بیا بیا مستانه دفن نانه تستو بیا بیا جانانه بیا بیا جانانه بیا بیا مستانه داری مجولی بدماش بود این همی تانگ تیلی که نزدیک چیز که هست همی چمن دروازه لوری این از این همی جای بازار بود بازار زدگه کابل جای نو یکی همی جا بود یکی این همی دی افغانان کمکی سرده بین دی افغانان دیگه فروشگاه دیگه در کابل جای بازار نبود با این مجول نام دیگه از دست کمی تمامان پالوان همی بدماشا را که بگیل کرده بود ماش از این از دکاندارا بود از این دکانها جمع کرده جمع کرده می آمه یک شور نخت فروش در خود پیش همی در امسال اندو بود بازی از همه زیر که می آمد این همه پیسای خود را گرفته و همه چکمن بود و همه نالین بود همه کالای از اوها 40 متر یا 35 متر می آمه او بچه ها خنده نکنه فکر ملاف نیست متر وقت چار ناخون ام یک بلیز نوم هم متر کرواز دیگه همو آل خنده کنی 40 متر نه و 40 مترش چینه 10 مترش چینه 1 متر هم نمی آمد 10 چارک بازی ام یاز همو زید که می آمد از همی دکانا برش جزیه می دادند یا این از بخشش می دادند با می آمد این همی شور نخط فروشی همی جک دم می گرد همی جک می شش باز یک چند دقیقه تو نفر که می آمد شور نخط فروش دیگه فروختن نمی تانست شور نخط فروش فروختن نمی تانست تو را که می دیدم این چند فروشش سونی چی تا کسایی میکردی مجول نامش هم به نام مریض مجول
جان اصلا غلام سایی بود، بنامه مجهول چیز بود، مشهور بود. باز دمی شور نخود پروش، دمی خدا خدا بود. خدایا این مجهولان چه وقت از چوکی مرز میشه که من در پروش شوم. خب بعد از اونموش همید میامد و از دایسته تا به سنگ تراشی آخر بازار همیشه بود. گفتیم پیشتر همید دروازه بود، دروازه بود. هر گوشه کابل که خانه سابقه است سرش کوچه دروازه داشت، آخر کوچه دروازه داشت. دیگه از طرف شو امده دروازه محکم میشه. بازی از همیشه گشته گشته پاید میامه برخ دوم میرم. از اینمی دکاندارای عقل خدا میگرم. با چطور شد بالاخره همی جوان چی شد؟ هیچ جوان اکس شکست ندا، با خودش به مرگ خود وفات کرد. ایره هیچ شکست زنده است؟ اینو میگه زنده است. آنازم زنده است، همی خبر نداره قصه میکنم نفر معلوم نزده است. نمیگم ما هیچ هست که مالی بگذ خانه نشین شده. خیلی ببینی اینو تو جوان هم داشتیم. او خانه نشین است. حال در فلم ها بیدر باجگیری وی گپا شده. در او دوران این تو کاکا بود دستور میگرف از آدم هایی که میفهمید. خب دوستای عزیز خدا کنه که برنامه خوشتان آماده باشه. ما کوشش خدا میکنیم که خوبتر و بهتر برای شما برنامه جالب جور کنیم برای هموطنهای خود. میبینیم که در این حالت یک لبخند بسیار ارزش داره و ما میخواییم که لبخند در لبای خودتان و اولادایتان بیاید. خوش و خندان باشین. تا برنامه آینده شما رو به خداوند میسپارم. انشاءالله ما در خدمت هستیم.